29 روز آذر ماه برابر با 20 دسامبر سال 1290 خورشیدی برابر با 1911 میلادی، هجوم روس‌ها به تبریز و گیلان پس از اولتیماتوم به دولت ایران. پس از اولتیماتوم روسیه به دولت ایران برای اخراج مورگان شوستر، کارشناس اقتصادی آمریکایی در ایران، دولت ایران این اولتیماتوم را پذیرفت. اما پذیرش ذلت‌بار اولتیماتوم روس‌ها که به امید پایان یافتن زیادخواهی‌ها و بهانه‌گیری‌های دولت روس انجام گرفت، نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه دامنه تجاوزات آنها را گسترش داد. در این میان شهر تبریز در سحرگاه آماج حملات قزاق‌های روس قرار گرفت و روس‌ها به بهانه بی‌احترامی پاسبان نظمیه تبریز به مأمور روسی، کشتار مردم شهر را آغاز نمودند و نقاط حساس شهر را به تصرف خود درآوردند و همزمان با تبریز به گیلان نیز یورش بردند و جنایات مشابهی را رقم زدند. سال 1298 خورشیدی برابر با 1919 میلادی، درگذشت پیر آگوست رنوار، نقاش فرانسوی که پس از اتمام تحصیلات ابتدایی به دلیل فقر مالی مجبور شد تا برای خود کار کند. به همین دلیل در صدد فراگیری حرفه‌ای برآمد و به توصیه پدر به طراحی و نقاشی ظروف چینی پرداخت. رنوار در 23 سالگی تابلوی معروف خود یعنی اسمرالد را در یک نمایشگاه نقاشی به معرض نمایش گذاشت و ادامه این نقاشی ها در سالهای بعد زمینه های شهرت و ثروت او را فراهم آورد. او در این زمان با صورتسازی از مردم و نقاشی از کودکان و زنان گشایشی در کار خود یافت و طرفداران زیادی پیدا کرد. وی به سبک امپرسیونیزم نقاشی میکرد که نمایش حالات به وسیله رنگ‌های مختلف مشخصه اصلی این سبک بود. سال 1336 خورشیدی برابر با 1957 میلادی، درگذشت استاد ابوالحسن صبا، موسیقیدان ایرانی که در تهران به دنیا آمد. وی از نوادگان فتلی خان، سبای کاشانی، ملک الشعرای دربار فتلی شاه قاجار بود. ابوالحسن صبا موسیقی را از کودکی نزد پدر و دیگر استادان این هنر فرا گرفت و به تکمیل معلومات خود در این زمینه پرداخت. صبا به مدیریت مدرسه صنایع ظریفه رشت منصوب شد و تعداد زیادی از آهنگ‌های محلی را جمع‌آوری کرد. او سال‌ها در ارکستر موسیقی ملی، ارکستر نوین رادیو، ارکستر شماره 1 و گل‌های رادیو نوازندگی کرد و هنر خود را به نمایش گذاشت. صبا صاحب روش خاصی در نواختن ویولن بود و مکتب ویژه‌ای برای این ساز بنیان نهاد. استاد ابوالحسن صبا کتاب‌های تحقیقی درباره شناسایی سازهای ایرانی و تاریخچه آنها به نگارش درآورده است که 3 دستور ویولن، سنتور و ستار و قطعات ضربی از آن جمله‌اند.